سلام، من دانیل هستم. امروز اومدیم با بیوگرافی محسن تنومنده، بازیگر نقش نقی معمولی در پایتخت. اگه میخواییم بیوگرافیشو بدونید با من همراه باشید. پس بی وقفه بریم سراغ ویدیو. محسن تنومنده متولد 26 فروردین سال 1354 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون است. فارغ التحصیل لیسانس بازیگری از دانشگاه هنر و معماری می باشد که با تئاتر فعالیت خود را شروع کرد. سپس با نویسندگی ادامه داد و حالا کارگردانی نیز می کند. به عنوان فرزند دوم در یک خانواده با اصالت دامغانی در میدان اعدام تهران به دنیا آمد. تا اینکه به خاطر اینکه پدرش کارگر کارخانه ایران خودرو بود به پیکان شهر نقل مکان کردند. او میگوید یک برادر بزرگتر از خود و دو برادر سه خواهر کوچکتر از خودم دارم. مادرم یک 7 سالی بچه دار نمیشد. بعد همه میگفتن این اجاقش کوره دیگه. بعد که افتاد رو دور 7 تا بچه آورد تا بفهمن اجاقش کور نیست. اولین بار وقتی 8 ساله بود در تئاتر مدرسه نقش کرم دندان را بازی کرد که سپس در آنفی‌تئاتر پیکان شهر بر روی صحنه رفت. تئاتر را دوران دبیرستان با الگو از جمشید هاشم‌پور به صورت جدی از کانون هور با مسئولیت سید جواد هاشمی و در کنار هادی کاظمی و علی سلیمانی ادامه داد. به صورت حرفه‌ای فعالیت خود را سال 1374 وقتی 20 ساله بود از نمایش بار عالم و پس از آن با نمایش جریان عصبی که هر دو نوشته حسن وارسته بود شروع کرد. بازی در جلوی دوربین را نیز 8 سال بعد از شروع فعالیت تئاتری با فیلم دانه‌های ریز برف در سال 82 وقتی 28 ساله بود به کارگردانی علیرضا امینی شروع کرد. کنار بازی نویسندگی را از سال 84 وقتی 30 ساله بود با نوشتن فیلمنامه فیلم چند میگیری گریه کنی شروع کرد و سال 85 هم سریال زندگی به شرط خنده را نوشت. سال 1386 برای بازی در فیلم استشهادی برای خدا توانست سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را بگیرد و از همان جا نگاه ها را سمت خود جلب کرد. سپس سال 88 برای فیلم های سنگ اول و 7 دقیقه تا پاییز برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد شد و سال 95 با فیلم فراری هم سومین سیمرغ خود را گرفت. بازیگری در قاب تلویزیون را با سریال مأمور بدرقه در سال 87 شروع کرد تا اینکه با دومین تجربه خود سال 89 با سریال پایتخت و نقش معمولی به اوج شهرت رسید. در ادامه با ضبط 6 فصل این مجموعه به چهره شناخته شده ای تبدیل شد. محسن تنومنده 28 آبان سال 1394 در 40 سالگی با خانم روشنک کلپا ازدواج کرد. خطبه عقد این زوج را سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق جاری کرد. ثمره این زندگی یک پسر خوشگل به نام نامی متولد سال 96 می باشد. او در مورد محل استراحتش می گوید بیشتر برای استراحت جزیره کیش را انتخاب می کنم. ما در آنجا یک جای کوچک خانوادگی داریم که به من آرامش می دهد. این جزیره را خیلی دوست دارم. او می گوید آقایان مهران مدیری و رضا عطاران برای من در عرصه هنر جاده صاف کن بودند. من بدون اینکه با آنها کار کرده باشم با نگاه کردن مدام به کارهایی که می ساختند یا بازیهایی که می کردند خیلی چیزها یاد گرفتم. در مورد حمایت سازمان فرهنگی هنری اوج وابسته به سپاه پاسداران که اسپانسر پایتخت 56 بود می گوید این ما بودیم که از آنها درخواست کردیم بودجه را تقبل کنند. این بازیگر که بیشتر او را با نقش نقی معمولی می شناسند در سال 1393 با ساخت فیلم گینس وارد عرصه کارگردانی شد که 3 میلیارد تومان فروخت. دومین تجربه او در سال 97 فیلم قسم که نویسندگی آن را هم بر عهده داشت. خیلی از همکارانش میگویند رو دست محسن تنومنده استقلالی وجود ندارد. او وحشتناک طرفدار این تیم است اما با عوامل پرسپولیسی هم کار میکند. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. اگر از اینجور ویدیو خوشتون میاد کانال من سابسکرایب کنین، زنگوله بغشتم بزنید که ویدیو باشتم بفهمید و اینستاگرام و توییتر و تلگرام من هم بالای صفحه است، اونا هم میتونید دنبال کنید و اگر از این ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو لایک کنید. خدا نگهدار.